ما را به زور تفنگ کشید، بچهای ما را کشت، دخترای ما را به زور نکاح کرد. می بردن در خانه 3-4 دختر از نارین بردن در خود نکاح کردن. ما مجبور شدیم که خود را کشیدیم. چوچو بود که دخترای مردم جاهل را کش میکنم به خو میبرم. بچه که خالکوپی دیشته باشه اینا اونا رو میکشم. بچه لغرور به خو میبرم. انمی چوندزی ها به ایراد بود اکشتن یک دختر دیدیم که تلوشیگر بود رو بکشتن. زن یوار میشینه امو گفتن یک دختر 12 ساله را امرقم تازه جنسی کده در ایران دخته گفته. یکشم در ازرباق امرقم شنیدیم در خانه میدرین. نمی مردم ها چور میکنن، مردم ها میزنن که اگر که دختر جان داشته باشی میبره، اگر زن بیوه داشته باشی میبره، دیگه چه دیگه کارشان خود نمیکنه که دیگه کار بکنه. نمی در بدره نمیسته که ما از خاطر رو نمی ننگ ناموز گریخته آمده میلیم جا. ورو د روجین رئیس سره باندې جنگو دی وخت خبره را ورسېدله او به ما نو د غیره باندې را ورته ول کورنه را له تعلق له دغه کله او طالبان را باندې را له دغه شانه مالونه را نه بوت له د مجبورین راغلی وو د بی وسی نه راغلی وروره ما شومان را وسې دی مشا ما شو مچان را نه مات له بخار او په خګو باندې پراتی وو. دوازده شب توی فاطمی تهران دیشب تا 11 میخوادن، امشب نیم تا دیرتر اومدن. ما دیشب زنگ زدیم کلانتری، امشب هم زنگ زدیم، هیچ پیگیری نمیشه. توی این کرونا، توی این بدبختی، مردم همیتانه دارن 600 نفر آدم میمیرن.
اینا تا 12 شب کلشون میگذن پایی میان توی این کوچه را میگذن. واقعا نمیفهمم چه عزاداریه. نسیه که دیگه یه دفتر داره پر کردیم گذاشتیم کنار دفتر دوام آوردیم. من دفتر رو باز کنم براتون از کی از برج 3 بنده خدا نمیتونه میاد مراجعه میکنه در مغازه میگه آقا ندارم بهت پرداخت کنم 500 تومان 600 تومان 1 تومان 1 کنیم از 5 تومان هست تا 200 تومان یعنی 5000 تومان هم نسیه 5000 تومان هم بله ما حساب دفتری داری یارو میاد برای بچه‌ش به قول گفتنی تنقلات میخره نداره واقعا نداره ندارم مردم واقعا ندارن میان اسکلت میبرن میان گردن میبرن کسی بوسش به مرد دیگه نمیرسه. مستلمیت چند تا میگیره؟ ماموران این محل بالاخره کارگر نشینه 4 تا 5 تا بعضیا نصفه میگیرن ندارن 10 تا تخم مرغ نصفه میبره میگه بده تو خدا بزرگه ما میگیم چشم بردار برو خدا بزرگ. آخر ما یا یارانه که میگیرن یارانه رو به قول گفتنیم موقعی که 20 به 20 که یارانه میگه یا معیشتی که میگیرن میارن به قول معروف پرداخت میکنن کارتشونو میارن میذارن اینجا کارت یارانه شونو بعدش ماه به ماه میان با هم دیگه حساب میکنن. این کلان اینجوریه نونوایی هم یعنی همون نسیه هست ماه به ماه میاد آره دیگه همون یارانه هست گروه اینجا همون نسیه حساب میشه دیگه. آره یه وقت فکر نکنین این سوژه تو محله های خیلی پایین و ضعیف گرفته شده ها، نه اینجا 10 دقیقه‌ای محله های فرمانیه و نیاورانه منطقه 4 تهران. خدا به سر شده یه خانم و یه بچه طولوش یک ماه پیش من نشسته بودم اینجا اومدن اینجا برگشت گفتش که یه دونه امون رونو از وسط نصف کن بهم بده. بعد من برگشتم گفتم عمو گفت چیه؟ گفتم یه دونه مرغ بده بهش فردا بره. آقای با بچه‌اش مراجعه کرده خانمش هم همراهش بود یه جوونه 11 تومن پول تو جیبش نبود بعد پول سبزی حساب بکنه. یه مرغ خوب بخوای بگیر نزدیک 100000 تومن پولشه. 100000 تومن که پرداخت میکنم اینو مجبور میشم به دفعات زیادی تقسیم بندی کنم. خودم هم توی سر سفره قید خودم هم بزنم که چی بذار بچه‌م دفعات بیشتری بخوره. طرف میادش میگه روغن داریم میگم آره. چی بشه با میکنیم اینه اندازه مبلغ روغن رو به قول گفتنی پول نداره بخواد خرید کنه که واقعا آدم دلش به درد میادش. تاریخ 25/5/1400 شرکت پاژن حق حقوقمون رو نمیدن. اینجا هستن کسایی که 20 سال دارن کار میکنن آمار بیمه رو رفتن گرفتن شده حتی سال 1394 کلن یه برج بیمه رو ریختن. من خودم حدود 2 سال اینجام فکر کنم جمعا 6 ماه بیمه رو نریختن 5-6 ماه هم از که حقوقمون عقب افتاده. الانم میگن که نمیخوایم کارگر دارم میدیدم بیرون حقوق و هر موقع دوست داریم بهتون میدیم و بیمه هم که نریختن دیگه یعنی دستمون به هیچ جا بند نیست همه جا هم تعطیله. الان هم ورود و خروج دستگاه انگشتنمونو قفل کردن نمیذارن انگشت ورود و خروج بزنیم و حق بیمه همونو هر سال کم کردن از همون هر ماه کم کردن ولی بیمه رو نریختن. الان هم میگن همینی که هست هر کی میخواد وایسه هر کی میخواد وای نسته دارن ظلم میکنن به کارگر. ما نیروهای پروژه‌ای 40 روز است که به مسالمت آمیز در این شکل ممکن خواسته های خود را در سکوت فریاد میزنیم و تا کنون کسی صدای ما را نشنیده است. متاسفانه نه تنها مورد بیمهری مسئولی قرار گرفته ایم بلکه آقای زنجبه وزیر نفت نیز گفته است که نیروهای پروژه‌ای با پیمانکاران مشکلاتشان را حل کنند. آقای وزیر ما قلب تپنده صنعت هستیم. آقای روحانی مگر شرافتمند با کارگران هم وجود دارد؟ ما نیروهای پروژه‌ای با اراده آهنین و دستانی پرتوان باعث ایجاد بزرگترین قطبهای صنعتی ایران من جمله صنایع نفت و گاز شده ایم. دستندرکاران پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و مدیران میانی نیز از تخصص و سختی شرایط کار ما اطلاع کامل دارند. عده‌ای از پیمانکاران و شرکت‌ها
به مدیران بالادستی چنین القا کردند که ما همه سال را کار میکنیم، در صورتی که با سابقه های طولانی در شغل های تخصصی و اساس در سال چندین ماه بیکاری را تحمل میکنیم و با پرداختی هایی با تاخیر چند ماهه شرایط بسیار سخت و نابرابر را برای ما و خانواده های ما رقم میزنند. دوستان و همکاران گرامی، تا آنجا که شرافت و مردانگی حکم میکند پیمان بسته ای تا احیای حق و حقوق خود استوار خواهیم ایستاد. آقای اون تشکر.